منابع غیررسمی از شکست شدن بنبست در مذاکرات صلح دوحه خبر دادند. این منابع گفتند هیئت‌های مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان به توافق دست پیدا کردند. همزمان با این زلمه خلیلزاد در رشته توییت‌هایی گفته عملی شدن سند دیدگاه مشترک میان کابل اسلام آباد زمینه صلح را فراهم می‌کند. به دنبال سفر پامپئو به دوحه و دیدار با مذاکره کنندگان دولت افغانستان و طالبان، حالا خبرهایی از توافق میان هیئت‌های دو طرف و شکسته شدن بنبست در این مذاکرات پخش شده است. منابعی بر رسانه‌ها گفتند هیئت‌های مذاکره کننده توافق کردند که توافقنامه آمریکا طالبان، موقف‌گیری‌های سازمان ملل در قبال صلح افغانستان، تعهد هیئت‌های مذاکره کننده و اراده مردم افغانستان اساس مذاکرات صلح را تشکیل دهد. به گفته این منابع، معصوم استانکزی رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و سلام رحیمی مشاور رئیس جمهور غنی از 3 روز به این طرف در کابل به سر میبرند تا حمایت رئیس جمهور غنی را از توافق میان هیئت‌ها در دوحه به دست آورند. همزمان با این، زلمه خلیلزاد نیز در چند توییت پی هم بر عملی شدن توافق افغانستان و پاکستان تاکید کرده و گفته عملی شدن این توافقنامه زمینه را برای صلح و توسعه در منطقه فراهم می‌کند. خلیلزاد همچنین از تعهد پاکستان برای کار در زمینه کاهش خشونت و برقراری آتش بس در افغانستان استقبال کرده است. کابل و اسلام آباد در جریان سفر عمران خان نخست وزیر پاکستان به کابل سند دیدگاه مشترک را امضا کردند. موضوعات عمده این سند شامل همکاری در بخش صلح، امنیت و توسعه همکاری های اقتصادی و مردمی میان دو کشور است. بیننده های ارجمند برای بحث بیشتر در این مورد هم‌اکنون آقای عبداللطیف نظری آگاه مسائل سیاسی از طریق اسکایپ با ماست. آقای نظری سلام از شما، وقت شما بخیر. بفرمایید که منابعی در دوحه از حل اختلافات و پیشرفت‌ها در مذاکرات خبر دادن. فکر می‌کنید به زودی توافق حاصل خواهد شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر می‌کنم که شکست بنبست در مذاکرات دوحه می‌تونه یک قدم مثبت ارزیابی شود. اما بدون شک ما نباید انتظاری رو داشته باشیم که فوراً بسیار از مباحثات دیگه هم برش رای حل پیدا شود، چون هنوز بحث‌های دیگه وجود داره در ارتباط با این که آیا طالبا حاضر خواهد شد که در حکومت موجود شریک و سهیمی در قدرت شود یا نه، خواستار یک حکومت جدید موقت خواهد شد. اینا هم بحث‌های بسیار جدی خواهد بود که من فکر میکنم بدون فشار جامعه بین‌المللی و کشورهای تاثیرگذار در تحولات صلح افغانستان دستیابی به توافق در این ارتباط بسیار دشوار خواهد بود. بنابراین نفس شکست در واقع بنبست یک قدم مثبت تلقی میشه، اما هنوز بحث‌های دیگه وجود داره که ما باید منتظر بمانیم که اگر با تدبیر این فرایند مذاکره دنبال شود، امیدواری وجود داره که در بحث‌های دیگه هم دو طرف به یک نتیجه قابل قبول دست پیدا بکنند. بله. آقای دکتر، بر اساس این اطلاع توافق آمریکا، طالبان، موقف سازمان ملل و خاص مردم اساس این صلح قرار می‌گیرد. با این وضعیت سرنوشت قانون اساسی و قطعنامه لوجرگه مشورتی به نظر شما چه خواهد شد؟ خب من فکر می‌کنم که طالبان تا اینجای کار حاضر نشده که با حکومت موجود یک جا شود. اونا خواستار یک اداره جدید میباشد که یک تیم جدید رهبری حکومت افغانستان را به عهده داشته باشد. باور من است که ایالات متحده آمریکا هم در ارتباط به میل است و اونا هم نقد هایی را بر حکومت موجود داره، از جمله در بحث مبارزه با فساد و در بحثی که مشارکت همگانی صورت نگرفته، شکاف های اجتماعی در افغانستان افزایش پیدا کنه و افزایش پیدا کرده. بنابراین در ارتباط من فکر میکنم که تلاش های جدید به زودی شروع خواهد شد و با مردم افغانستان و نخبگان سیاسی افغانستان مشوره صورت خواهد گرفت که چی نوع ساختاری با چی سازوکار و مکانیزمی که بتونه مطالبات تمامی مردم افغانستان پاسخگو باشه به شکل بگیره. و در هفته های آینده ما شاهد این رایزنی ها خواهیم بود. آنچه در حال حاضر مسلم است که از حکومت موجود تا جای اونا حمایت خواهد کرد که به فروپاشی و شکست نظام منجر نشود، اما در این که یک حکومت جدید با سازوکار جدید شکل بگیره، من فکر میکنم که تمایل ایالات متحده و همکارانشان بیشتر این نکته را نشان میده. بله، فرض رو بری بگیریم آقای نظری که
صلح با طالبان نتیجه بده، فردای این موفقیت را شما چگونه میبینین؟ آیا در کشور امنیت برقرار خواهد شد و یا اینکه گروه هایی به نام های دیگر به جنگ ادامه خواهند داد در کشور؟ خب ببینید، بحث ثبات پایدار و امنیت پایدار در افغانستان یک بحث پیچیده و پرمعما و چندبعدی هست. بنابراین ما نباید انتظار داشته باشیم که با توافقنامه بین حکومت و طالبا ما میتونیم در قسمت تامین امنیت موفق شویم. این ارتباط پیدا میکنه با روابط افغانستان و پاکستان، نقش کشورهای دیگه همسایه و منطقه در روند ثبات افغانستان. آیا این کشورها از نوع صلحی که برقرار میشه رضایت خواهد داشت یا نه؟ در صورتی که اینا رضایت نداشته باشن، من فکر میکنم که بار دیگه افغانستان به طرف جنگ‌های داخلی کشیده خواهد شد و با خروج نیروهای آمریکایی کشورهای همسایه و منطقه زمینه نفوذ و حضور در افغانستان بیشتر پیدا میکنند. بنابراین بستگی به این داره که آیا ما در روند صلح منافع افغانستان با تمامی کشورهای همسایه و منطقه در نظر میگیریم یا خیر صرفا منافع آمریکایی ها تامین میشه. اگر منافع تمامی کشورها، منافع شویشان در افغانستان تامین نشود، من فکر میکنم که صلح با مشکل اساسی و همینطور امنیت با معضل اساسی روبرو خواهد شد. آقای دکتر عبداللطیف نظری، آگاه مسائل سیاسی، ممنونم از حضور شما در این بحث اسکایپی. ممنونم.